به مناسبت سالگرد انقلاب ضد سلطنتی و قیام همافران در 19 بهمن 1357 سخنی با پرسنل میهن پرست و انقلابی ارتش مسعود رجوی پاریس 12 اردیبهشت 1363. ما میخواهیم آتش را گسترش بدهیم، میخواهیم از این اخگر خرمنی بسازیم، خرمنی از آتش مقاومت و انقلاب که بیگمان عبا و قبای ستمگران را خواهد گرفت، خواهد سوزاند و خاکستر خواهد کرد. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. به نام همه شهدا و اسرای مقاوم خلق. به نام سردار شهیدمون موسی و به نام سمبل زن انقلابی مجاهد اشرف. و به نام تمامی پرسنل دلیر، قهرمان و مقاوم ارتش، مردان از جان گذشته، جان برکف و رزمنده ای که امروز بذر رهایی رو، بذر انقلاب نوین خلق رو و بذر صلح و آزادی رو در ارتش ایران، ارتش ملی و مردمی آینده ایران با بجان خریدن دربدری، آوارگی و همه نوع زجر و محرومیت و شکنجه کشت و کار میکنند. پرسنل ملی، میهن پرست، انقلابی و مردمی ارتش از این پس سوگند خورده اسباب غرور و افتخار مردم و میهنش باشه و پرچم صلح و آزادی رو به دوش بکشه و این که از این پس تکیه‌گاهی خواهد بود برای خلق و برای مجاهد خلق، برای همه کسانی که آزادی مردم رو در سر می‌پرورونند. این درجه از اعتلاء، این درجه از اعتلاء فردی و تشکیلاتی بر شما و بر ما و بر مردم ایران مبارک باد. لازم نیست من اسامی اون تعداد از برادران شما رو ببرم، اونهایی که از روز شهادت سرگرد محبی، نخستین پرسنل برجسته شهید سازمان، تا امروز
همه چیز رو به جان خریدند. طبیعتاً شما جمع کوچک و سمبل ارزنده و برجسته هستید از تمامی اونهایی که در داخل خاک میهنمون هستند، به خصوص اونهایی که در زندانها از 30 خرداد به این طرف باز هم پرچم مقاومت و صلای افتخار و شرف رو بردوش می کشند، با همه شکنجه ها، با همه فشارهایی که مستقیما بر روی خانواده هاشون اعمال میشه. این فشارها و ناراحتی ها البته دردناکه، اما از طرف دیگر در روی دیگر سکه پیامی سرخ خونین فام برش نقش بسته که خبر از پیروزی ما میده. البته من قصد صحبت مفصلی امروز ندارم، اما از ذکر این نکته نباید مزایده کنم که هر چقدر که در خط مشروع و عادلانه سرنگونی رژیم ضد بشری خمینی پیش میریم، اهمیت پرسنل نظامی مجاهد خلق به طور اخص و پرسنل وطن پرست و ملی ارتش به طور عام در هر قدم و در هر مرحله بالاتر میره. به نحوی که باید تصریح کرد اگر ما در تدارک قیام هستیم، اگر نمیخواهیم به اون ترتیبی که قدرت رو خمینی رو بود ما به حاکمیت برسیم، اگر میخواهیم که پایه های مردمی میمون در هر کجا استوار باشه، اونقدر استوار که نسلی دیگر از ما به قربانگاه نره، اونقدر استوار که بتوانیم به مدد تمامی مردممون به طور کلی و به طور مشخص نیروهای مسلح ملی دموکراتیک و مردمیمون مرزهامون رو، آب و خاکمون رو، شرف ملیمون رو و آزادیمون رو و صلح پایدار میهنمون حفظ بکنیم، در این صورت لاجرم بایستی از مسیر قیام به پیش بریم. در این مسیر اگر منظور یک قیام عمومی هست، اگرچه موتور محرک و نیروی پیشتازش عنصر مجاهد خلق است، نیروی محوریش در هر لباسی، اما از لباس رسمی نظامی یا لباس مقاومت، در این صورت هرچه که به جلو میریم اهمیت و نقش پرسنل ملی و میهن افزایش پیدا میکنه. دست آخر در قدم نهایی درست مثل اون بار، چون یک قانون عام هست، عنصر مردمی، انقلابی، میهن پرست نقش تعیین کننده در کفه تعادل قوا و تغییر اوضاع خواهد داشت. یعنی ما میخواییم این وضع رو گسترش بدیم، یعنی میخواییم نشا بکنیم، یعنی میخواییم این آتش رو گسترش بدیم، یعنی میخواهیم از این اخگر خرمنی بسازیم، خرمنی از آتش مقاومت و انقلاب که بیگمان عبا و قبای ستمگران رو خواهد گرفت، خواهد سوزوند و خاکستر خواهد کرد. کافیست فقط همین رو عمیق درک بکنیم. اگر این درک بشه
جوینده یابنده است و هیچ چیزی غیر ممکن نیست. این مبرمترین وظایف امروزی ماست. ما برای اینکه با وظایف خودمون، با خون شهدامون یک بار دیگه تجدید عهد بکنیم در اینجا جمع شدیم. میخوایم بگیم که حالا که توانستیم زنده بمونیم، یا دقیق تر بگم حالا که تا این تاریخ شرف شهادت، شهادت مجاهدگونه نصیبمون نشده، چه کسی در صفوف اول میبایستی در آینده هم پرچمدار تمامیت، استقلال و آزادی وطنش باشه؟ نیروهای وابسته، سرکردگان ارتش شاه، پاسداران ظلمت؟ نه، نه، تنها نیروی مشروع، سراسری، مقاوم و شناخته شده در کل کشور، اگر سازمان هست در داخل ارتش شمایید. خود شما بهتر میدونید، به عینه تمامتون دیدین نظم شاهنشاهی ارتش رو. مگر شما نبودین که از فردای انقلاب خواستار این بودین که رسومات شاهی لغو بشه؟ مگر خواستار یک ارتش ملی، یک ارتش مردمی نبودیم؟ ارتش شاه چه بود؟ نه پرسنلش، نه تک تک افراد. بحث فردی نمی کنیم، نظام و قواعد حاکم بر این افراد. اون نظم یک نظم دست نشانده، وابسته و شاهنشاهی بود. اولا این ارتش رو جدای از مردم میکرد، به صورت آقا بالا سر و سرکوبگر در میورد. ثانیا برای اینکه چنین کارایی داشته باشه این ابزار، مناسبات و قواعد داخلیش رو با موازین شاهی تنظیم میکرد.